با عرض سلام و خیر مقدم به تمامی دوستان و یارانی که از دور و نزدیک به ما پیوستند تا به رسم هر ساله برای 25مین بار به لطف بنیاد پژوهش‌های زنان ایران گرد هماییم و در محیطی امن به تبادل اندیشه و تجربه بپردازیم و مهمتر از آن عهدهای جدید با یاران جدید ببندیم و یا تجدید عهدهای قدیم کنیم. من اشا مومنی از برگزار کنندگان 25مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران مفتخرم که به نمایندگی از سوی اعضای برگزار کننده کنفرانس آغازگر کنفرانس امسال باشم. راهی پرفراز و نشیب را آمده ایم. امروز به آخر راه رسیده ایم. برخی در میانه راه ماندند، برخی در میانه پیوستند. این بار به مقصد رسیده حاصل زحمات و کوشش تمامی کسانی است که در یک سال گذشته دست یاری به برگزاری این کنفرانس رساندند. چند سالی بود که فعالان حوزه زنان در لس آنجلس صحبت از برگزاری کنفرانس در این شهر می‌کردند. نه تنها مدت ها بود که این شهر میزبان کنفرانس های بنیاد نبود، بلکه به نظر می رسید که لس آنجلس به عنوان شهری که بیشترین جمعیت ایرانی خارج از کشور در آن ساکن هستند، بهترین گزینه برای 25 سالگی بنیاد است. تا اینکه حدود یک سال پیش در خانه گرم و صمیمی لیلا سالارتاش با گلناز امین که به دعوت لیلا و شهلا سپهر برای بررسی امکان برگزاری کنفرانس به لس آنجلس دعوت شده بودند دور هم آمدیم و بنابر این شد که فراخوان داده و از افراد علاقمند دعوت به همکاری کنیم. در نهایت پنج نفر دیگر، آزیتا نجات، افسانه خاجوی، اله امانی، سودابه فرخنیا و منیژه بدیعی اعلام آمادگی کردند و کمیته محلی رسما کار خود را با 8 عضو آغاز کرد. متاسفانه پیچیدگی‌های کار گروهی باعث بروز مشکلات عدیده‌ای شد که نهایتاً به انصراف برخی از اعضا و اعلام کنسلی کنفرانس از سوی آنان انجامید. اگر به خاطر تعهد و ایمان صدیقه فخرآبادی به اصول و باورهایش و همت فعالان شهر سندیگو نبود، بیشک امروز اینجا نبودیم و تمامی زحمات یک ساله به هدر رفته بود. مشکلات امسال خود نمونه خوبی از ضرورت صحبت و گفتگو در مقوله مشارکت و همکاری در میان فعالین زنان است. در انتها لازم می‌بینم از عزیزانی به طور ویژه قدردانی کنم. از گلناز امین که با پایداری و شکیباییش این دوره از کنفرانس را همچون سالهای پیش محقق کرد. از ثریا فلاح که با وجود فشار کاری بسیار از اولین روز شکل‌گیری این کمیته در سال گذشته همراه همیشگی ما بود و از هیچ کمکی فروگذار نکرد. و صدیقه عزیز که با روح بزرگ و سخاوت بی‌پایانش سختی‌ها را به جان خرید تا تلخی‌های کار در کام ما شیرین شود. و نهایتاً تمامی مهمانانی که مسئله زنان را در ارجحیت قرار دادند و با مهربانی و لبخند به ما پیوستند تا با همکاری و مشارکت شیوهی متفاوت برای حل مشکلات بخش مهمی از جنبش زنان بپردازیم. با امید آن که کنفرانس امسال همانند هر سال پربار و راهگشا باشد. ممنون.